يا علي 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 يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر. این برنامه دو تا هدف رو پیگیری میکنه. هدف اول یک سری سوالاتی برای ما شیعیان مطرح است نسبت به اهل تسنن. یه عالم دینی باید همون چیزی را که میداند به مردم ابلاغ کنه. خب اینها نمیکنن به هر دلیلی. ما این کار انجام میدیم. لذا هدف دوم ما از این برنامه این است که واقعیت هایی رو نه تنها به شکل گفتاری، نه به شکل تصویری. شما هم اگر معتقده به قرآن نیستید، مگه ادعا نمی کنید که قرآن کتاب خداست و هر چه در این قرآن هست باید مورد عمل قرار بگیره؟ ما کاری به شیعه و سنی نداریم. عقل خودتون حاکم کنید. چرا اهل تسنن نعوذ بالله فهم، درک و شعور پیغمبر رو پایین تر از ابوبکر و عمر میدانند؟ واقعا برای ما جای سوال است. تک تک سوال ها رو میایم مطرح میکنیم، نه با قصد و غرض خاصی، نه فقط به عنوانی که بدونیم. بالاخره ما هم در بحث تحقیق، در بحث پژوهش، وقتی به کتب اهل تسنن مراجعه میکنیم یه سوالاتی برای ما پیش میاد. چند بار از این مولوی اهل سنت شنیدید که در کتاب صحیح مسلم حدیث داریم که عمر ابن الخطاب حکم تیمم رو نمیدانست؟ چند بار به شما گفتن که در صحیح بخاری حدیث داریم که عمر ابن الخطاب بدعت گذار؟ چند بار به شما گفتن در صحیح بخاری حدیث داریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها با ابوبکر درگیری پیدا کرد و با عرض کنم که ابوبکر قهر کرد، قطع کلام کرد، حتی اجازه نداد ابوبکر بر جنازه ایشون نماز بخونه؟ اینا رو کی به شما گفته؟ خلیفه ای که از اولیات دین خبر نداره چطور میتونه برای شما ملاک تدین باشه؟ دریغ از یک جواب. اگر کسی پیدا شد و به این سوالات پاسخ داد، بنده همینجا اعلام میکنم حاضرم دست از تشیع بردارم و سنی بشم. با عرض سلام و ارادت خدمت همه عزیزان بیننده، با یکی دیگر از سری برنامه های دریغ از یک جواب در خدمت شما هستیم. خوشحالیم که به حمدالله این برنامه با بینندگان ارتباط خوبی برقرار کرده و از تماس هایی که عزیزان دارن، ایمیل هایی که میفرستن، ما این رو استفاده کردیم. چه عزیزانی که پیشنهاد میدن، چه عزیزانی که فکر میکنن دارن جواب میدن، از همه اینها سپاسگزاریم. حتی عزیزانی که ایمیل میفرستن و بنده فوش میدن، دست اونها رو میبوسیم. ایرادی هم نیست، توهین کنید، مشکلی که نداریم. ما برنامه دعوا که نداریم. بالاخره حالا ادب خودتون رو میرسونید. حتی ما اظهار ارادتون بدون عزیزانی که کلامشون فحش است و استدلالشون و منطقشون بدزبانی است، ما دست اونها رو بیشتر میبوسیم. چون بالاخره تا انسان ناراحت نشه، غضبناک نشه، حرف بد به دهانش نمیاد و غضب هم معمولا از روی منطق بر نمیخیزد. غضب و ناراحتی جایی است که دیگه منطق کار نمیکنه، جوابی نیست، ناراحت میشه، عصبانی میشه و شروع میکنه فحاشی کردن. ارادی هم نیست، ما دست همه رو میفشاریم و هنوز هم معتقدیم اگر کسی پاسخ منطقی دارد برای ما بفرسته. ما دنبال حقیم، برامون هم فرق نمیکنه. این اگر امروز بحث شیعه و سنی هم نیست ها، اگر امروز اثبات بشه واقعا یهودیت به حقه، یهودی میشیم، مسیحیت به حقه، مسیحی میشیم، ولی فعلا اسلام رو به حق دونستیم و تشیع را. کسی بیاد برای ما اثبات کنه تسنن به حقه، بینی بین الله، شک نکنید که ما از مذهب و مکتبمون برمیگردیم. در این برنامه میخوام یه چیز جالبی رو براتون نقل کنم که کمتر شنیدید. آیین اهل تسنن، آیا تا به حال به شما گفتند همین صحابه‌ای که اینقدر رو سر شماها جا دارن در مقابل چشمان پیغمبر با هم کتککاری میکردن؟ دروغ میگم، الان براتون عرض میکنم.
کتاب صحیح بخاری چاپ دارالقلم که دست ما هست، جلد 4 صفحه 361 حدیث 897، کتاب الصلح باب ما جاء فی الاصلاح بین الناس. قبل از اینکه من این حدیث رو بخونم، خب میدونید اهل تسنن با این حدیث آشناند که علمایشون براشون یک حدیث نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمودن مثل اصحابی کالنجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم. معتقدن که پیغمبر اکرم فرمود اصحاب من مانند ستارگانند، همه اصحاب به هر کدام که اقتدا کنید هدایت شدید. حالا من سوالم این است که ما میخوایم به همین اصحابی که الان میخوام شرح حالشون رو بگم، همین کاری که کردن مقابل پیغمبر، ما میخوام به اینا اقتدا کنیم. آیا میشود به جون هم بیافتیم و با چوب و کفش و هر چی دستمون هست به جان هم بیافتیم؟ اقتدای به صحابه است، میشه یا نمیشه؟ حدیث تقریبا طولانی است، اما من یه بخشیش رو برای شما عرض میکنم، اون بخش مورد نظر. بعد اونایی که کتاب دارن میتونن خودشون مراجعه کنن و بعد کامل حدیث رو ببینن. خب پیغمبر اکرم حضور داشتن، دو نفر اومدن پیش پیغمبر اکرم، حالا حرفای ناجوری با هم دیگه زدن. فشتما، این دو نفر با هم شتم کردن، فحش به هم دادن، حالا مقابل پیغمبر. کار نداریم که حالا چی گفتن که درست نیست در رسانه اعلام بشه، حرف زشتی به هم زدن. فغضب لكل واحد منهما اصحابه، خب هر کدوم هم یک طرفدار این داشتن، این دو تا داشتن پیش پیغمبر فحش و فحشکاری می‌کردن. یک گروه طرفدار این ور بودن، یک گروه هم طرفدار اون ور بودن. از فوش گذشتن نه دیگه، با فوش احتمالاً مشکلشون حل نمیشه. فکان بینهما ضرب بالجرید والایدی والنعال، دیگه بعد از آنی که با هم دیگه شتم کردن و فوش دادن، بین این دو نفر درگیری ایجاد شد، با چوب و با دست و با لنگ کفش به جان هم افتادن. چقدر صحابه مؤدبی، مقابل چشم پیغمبر یک با هم فوش میدن، پس ما بیایم با هم دیگه فوش بدیم، بگیم آقا تبعیت کردیم از اصحاب پیغمبر، بعد با چوب و با دست و با لنگ کفش و با لگد به جون هم بیفتیم. اگر کسی اعتراض میکنه میگه آقا حرف نزن، مثلا اصحابی که نجوم، اصحاب پیغمبر مثل ستارگانن، به هر کدوم از اینها شما اقتدا کنی هدایت شدی، پس تو اجتماع شروع کنیم به درگیری و دعوا، بگیم پیروی از اصحاب پیغمبر کردیم. فبلغنا انها انزلت و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. در همین جا آقای بخاری نظرش این است که این آیه نازل شد و این طائفتان من المؤمنین. حالا من سوالم این است، آیین اهل تسنن، این آقایونی که جلو پیغمبر ادب رو مراعات نمی کنن، بابا پیغمبر خداست، نعوذ بالله بقال و چقال و عرض کنم که آدم معمولی که نیست، پیغمبری است که و ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبری است که با وحی سر و کار داره. شما اینقدر ادب ندارید، علال بری که فحش به هم بدید. فشتما، اون دو نفر مقابل پیغمبر بالاخره صحابی بودن دیگه، دوربر پیغمبر بودن، فحش میدید به هم دیگه مقابل پیغمبر، بماند که بعد با چوب و دست و لگد به جان هم میافتید. حالا من سوالم این است، خودتون فکر کنید اینها قابل پیروی ان؟ اینهایی که ادب رعایت نمی کنن، مقابل پیغمبر هر چی از دهنشون در میاد میگن، هر کاری دلشون میخواد انجام بدن انجام میدن، وقت اینها رو ما میتونیم معیار قرار بدیم، بگیم آقا همه اینا اهل بهشتن، از همه پیروی کنید. امیدوارم ان شاء الله اگر سوالی کردید از اندیشمندان و دانشمندانتون جواب داد به خود پیدا کردید، برای ما هم ارسال کنید، ما استفاده میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.